ما باید مستقل بمانیم. به سرنوشت کشورهایی بنگرید که به اندازه کافی قدرت نداشتند که از خودشان دفاع کنند و استقلال خود را از دست دادند. نکته اصلی در اندیشه های شما درباره امور دفاعی چیست؟ آیا عقیده دارید که ایران باید قوی ترین نیروها را در منطقه داشته باشد تا صرفا بتواند از خود دفاع کند و دیگران جرأت تجاوز به آن را نداشته باشند، یا در وضعی قرار گیرد که احتمالا به دیگران حمله کند؟ حمله خیر، ولی در دفاع از هدفهای سیاسی عالی تر منطقه بله. مثل وقتی که ما به درخواست سلطان عمان به آن کشور نیرو فرستادیم تا عمان را از افتادن به دست کمونیست ها نجات دهیم. پس خود را در وضعی میبینید که فراتر از مرزهای خود برمید؟ بله، ما در مورد عمان این کار را کردیم. شما زمانی گفتید که حاضر نیستید آسوده بنشینید و بگذارید که دشمنانتان به مرزهایتان نزدیک شوند. بله، این مثال روشنی است از آنچه شما پرسیدید. فکر میکنم صحبت کردن درباره دشمنان ایران هر که باشند آسان تر است، ولی به نظر میرسد شما گاهی درباره اینکه دوستانتان دقیقا چه کسانی هستند سردرگم و دچار تردید هستید. بعضی اوقات بلی، ولی میدانید آنچه در کشورهای غربی گفته یا نوشته میشود نمیتوان گفت که نمودار سیاست واقعی آن کشور هاست. This represent the real policy on that country. ما مجبوریم با دنیای غرب دوست بمانیم، حتی اگر گاهی آنها از ما بدگویی کنند. ما گزینش دیگری نداریم. شما موقعیت استراتژیک ایران را چه از نظر ارزش‌های خودتان به عنوان یک متحد ضد کمونیست غرب و چه از نظر قدرت ایران به عنوان عاملی در موازنه کلی قدرت بین شرق و غرب چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ما برنامه‌های 5 ساله داریم. در 5 سال آینده نیروهای ما به اندازه کافی احترام انگیز خواهند شد. فکر کنید که در 20 سال آینده این کشور 65 میلیون نفر جمعیت خواهد داشت و اگر دنیا در این مدت تغییری نکرده باشد و زمان خلع سلاح و این موضوعات نرسیده باشد که ما آرزویش را داریم، ولی فکر نمی کنم به این زودی ها واقع شود. قدرت ما یکی از استوارترین پایه‌های ثبات خواهد بود که در هر جایی از دنیا بشود یافت. دست کم اعتقاد من بر این است که ما خواهیم توانست سیاست کنونی را تا آینده قابل پیشبینی ادامه دهیم و نتیجهش این خواهد بود که تا حد زیادی به ثبات این منطقه کمک خواهیم کرد. نکته که جای نگرانی است این است که در حال حاضر ایران از عهده صرف مقادیر زیادی پول برای امور دفاعی خود برمی‌آید، ولی ممکن است زمانی برسد، به خصوص وقتی که درآمد نفت رو به کاهش بگذارد، که شما دیگر نتوانید ذرات‌خانه عظیم خود را افزایش دهید. آن وقت چه خواهد شد؟ در آن موقع ما باید خود را با شرایط تطبیق بدهیم. اکنون که می توانیم در برابر خود و دیگران وظیفه ای داریم. اگر غیر ممکن شود ما باید به وضع خود رضایت بدهیم. ولی ممکن است در آینده زمانی فرا رسد که شما به غرب نیاز داشته باشید که اگر ایران مورد حمله جدی واقع شد شما را حفظ کند. اگر نفت ما تمام شود، اگر نفت این قسمت دنیا تمام شود، فکر نمی کنم که غرب انگشتش را برای دفاع از ما بلند کند. شاه ایران هرگز در گذشته به این روشنی تشویش های پوشیده خود را ابراز نکرد. حرف رها شدن از سوی غرب به هنگامی که نفت تمام شود.
اگر این واهمه ایست که او را فرا گرفته و تصور می شود که چنین است، در آن صورت هرچه که او برای کشورش و در کشورش می کند قابل توضیح است. در آن صورت روشن می شود که چرا او با این سرعت کشورش را به پیش می راند تا ایران پیشرفت کند و صنعتی و امروزی شود. پیش از تمام شدن پولی که برای پیشرفت لازم است. من حرف آن است که پیشرفتی که ایران به آن نائل شده بزرگترین خطر احتمالی برای آینده را پیش می آورد. یعنی یک ضد انقلاب با انتظارات برانگیخته ولی برآورد نشده. اگر کشورهای صنعتی جهان غرب حاضر نباشند مبالغ بیشتری برای نفت بدهند، احتمال چنین رویدادی افزایش خواهد یافت. اگر یک ضد انقلاب روی دهد، از سرخوردگی های طبقه متوسطی برخواهد خواست که انقلاب شاه با موفقیت آن را به وجود آورده است. مانند بیشتر افراد در کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه، کسانی که بیش از همه از انقلاب شاه بهره برده‌اند خواهان چیزهایی هستند که در شرایط دنیای رو به تغییر کنونی نمیتوان به دست آورد. بیشتر و بیشتر از همه چیز آنجا که ایران از دموکراسی‌های مستقر متفاوت و خوشبخت‌تر است این است که از نوعی رهبری برخوردار است که به سبب وجود نیاز سنتی به آن امکان این را دارد که از مردم بخواهد انتظارات و توقعات خود را با امکانات تطبیق دهد. اگر شاه شهامت آن را داشته باشد که بگوید ایست و برای چیزهایی که می توانیم داشته باشیم مرزی وجود دارد، احتمال فراوان می رود که مردم اطاعت کنند. اگر در تمایل شاه به دموکراسی ابهامی هست، صرفاً به این دلیل است. زیرا اگر جریان تصمیم گیری کاملاً به حالت دموکراتیک درآید، همان گونه که در کشورهای غربی معمول است، ممکن است بر مکانیزم تصمیم گیری آسیب‌های